بازنویسی روایی و مستند کتاب الجمل تعلیف شیخ مفید گد سسر روح که به اثبات حقانیت ولایت و امامت حضرت امیر علی علیه السلام بر اساس منابع اهل تسنن می همزمان با عید قدیر خوم منتشر شد. درباره جنگ جمل که اولین درگیری و کشتار میان دو گروه از مسلمانان در اوایل تاریخ اسلام بوده و در آن به اختلاف روایت از 15 تا 25 هزار نفر از دو گروه کشته شدند کتاب های زیادی نوشته شده است. با مراجعه به فهرست ندیم به راحتی می توان با 11 معلف آشنا شد که کتابی به نام جمل نوشتند. و طبیعی است که بررسی کنندگان جنگ جمل نیز آن را از دیدگاه خود تجزیه و تحلیل کنند. همچنین موضوع خروج و قیام ضد امام عادل و حاکم از نظر فرقه و مذاهب مختلف اسلامی تفاوتهای زیادی وجود دارد. مسئله دیگر اینکه گرفتاری مسلمانان در جنگ جمل دشوارتر از موارد دیگر است. زیرا در مورد حضرت علی علیه السلام تمام فرقه های اسلامی غیر از خوارج متفقند که ایشان در زمره خلفا و پیشوایان مسلمانان است و خروج بران حضرت را نمیتوان موضوعی ساده فرض کرد. کتاب الجمل نتیجه تلاش برای بازنویسی روایی و مستند کتاب الجمل شیخ مفید است. شیخ مفید در کتاب الجمل نقطه محوری مباحث را اثبات حقانیت ولایت و امامت حضرت علی علیه السلام بر اساس منابع اهل تسنن قرار داد. به نظر شیخ مفید بر همین اساس مقابله با امام بعد از بیعت با ایشان امری خطا بود. شیخ همین موضوع را با تکیه بر منابع اهل تسنن مبنایی برای روایت جنگ جمل قرار داده است. این کتاب توسط آزاده جهان احمدی در قطع رقعی و 242 صفحه تدوین و آماده و در اختیار علاق مندان قرار گرفته است. فاطمه موسوی اخبارشیه